نگارم محترم برحالی که با قمت درسو که دوست دارم فرج نگهبان شاعر و ترانه سرایی که در موسیقی ایران نقش موثری داره در اطلاع اون در کلام گذاشتن نو و تازه برای ترانه‌های ایرانی از پیدا کردن سوژه واقعا یکی از معدود ترانه سرایان ایران بود و واقعا فقدانش خیلی دردناکه. اون که او سالهاست از ایران دور بود و سالها دیگه اون به اصطلاح ارکستر ملی ایران، ارکستر گلهای جاویدان، ارکسترهای یک شاخ گل که کسانی مثل خانم مرزی الهه دیرکش و دیگران اینجا ترانه اجرا میکردند نیست، نبود، یعنی 30 ساله نیست. در هر حال او کار خوش کرده بود همون موقعی که سنش میرسید و از ایران خارج نشد. آقای پهلوان، دوست دارم بعداً باز هم در مورد آقای تورج نگهبان صحبت کنیم، حالا که در این موضوع هستید، و بگذارید بپرسم که آقای پهلوان چند سال بود که آقای تورج نگهبان رو میشناختید؟ یعنی از کی شروع کرد؟ نه، شما دوستیتون با ایشون از کی تا حالا است؟ ما این از یه بر میگرده به خیلی وقت پیش، در دهه 1337-35 دهه 30 در واقع، ایشون علاوه بر این که ترانه میگفت در رادیو هم کار اداری داشت. در نتیجه موقعی که ما میرفتیم با او را میدیدیم و در ضمن او هم کارهای مطبوعاتی میکرد و در مورد مسائل موسیقی و موزیک ترانه مقاله‌ای در روزنامه ها مینوشت. این برمیگرده به خیلی سالهای پیش، 45 سال 50 سال پیش، و ضمن این که کار با ارکسترهای رادیو به خصوص با آهنگسازان تراز اولی مثل تجویدی، مثل هماین خورم، مثل رفیقمون اسمشون رفت، دیگران که در حال ترانه هاشون هم معروفه دیگه، با اشعار خوبی که تراز نگهبان بود. بله، در صورت روحشون شاد آقای پهلوان. میدونم که شرایط سختی است، ولی بگذارید بریم به قسمت اولی که قبلا با هم صحبتشو کرده بودیم که در موردش صحبت کنیم. در مورد سینما رکس آبادان بود. آقای پهلوان، دوست دارم که، خب البته من شخصه که اونچنان یاد ندارم، سینما خیلی کمتر از این حرفا بود، ولی بگید چه شد، چرا همچین اتفاقی افتاد و چرا همچین فاجعه‌ای به وجود اومد؟ چراش این یکی از جنایات، یعنی آغاز جنایات حکومتی است که الان در رأس کارم و عده ای از اونها، از اون قاتلین، از اونها که فتوا دادن الان زندن، مثل آقای خامنه‌ای الان زنده است، آیت الله جمی زنده است. این واقع در 28 مرداد سال 57 اتفاق افتاد و یکی از جنایات بشری، یعنی موضوع الان که آمار گرفتند و اینها، اون موقع میگفتن در حدود 300 نفر 370 نفر، ولی در آن سینما 677 نفر سوختند و این فتوایی بود که با تایید آقای خمینی توسط چندین نفر از جنایتکاران مثل اون کتولی زاده و دوستانشون انجام شد. اونها اول اینطور که پیداست
اول یک ماده بیهوشی مثلا کرخ کننده در سینما پخش کردن وسیله کولر وسیله چیز، بعد دیوارها رو که با یک ماده آتش گیرنده آلوده کرده بودند اساس دیوارهای سینما رو مغمالی کرده بودند و یه سوراخی در عقب آپارات در قسمت آپارات چون جدار دیواری آجر بود کرده بودند که از همونجا کبریت آتیش انداختن توی سینما سوخت. یعنی این که میگن درها رو بسته بودند به اون صورت نبود، ولی که مردم اصلا فرصت نکردن که نداشتن که برایشان انجام بدن. این از این نظر بود که شهر آبادان یکی از مدرن‌ترین شهرهای ایران بود به واسه حضور شرکت نفت و کارهای نفتی و مردم مرفعی که داشتن و زندگی خوبی که داشتن. یعنی چیزهایی که بعدها اومد توی شهر تهران، اول در اونجا بود اون دراگستان ها اون فروشگاه ها استخرهای شنا، این بود که کارگران آبادان تن به هوچی‌بازی های مذهبی نمیدادن، توجهی هم به مذهب نداشتند و اینها تصمیم گرفتن برای به حرکت آوردن این شهر، چون همه شهرها رو شروع کرده بودن به مناسبت های سوم و چهلم و این حرف ها، ولی آبادان اصلا چیز نمی کرد و توجهی نمی کردن مردم آبادان. این بود که تصمیم گرفتن که با این فاجعه که بسیار موتور انقلاب و برکت در آورد و قاتلم به اون کسی این آتیش زده بود آقای کتفلی زاده یا دوست شده بود به عراق فرار کرده بود که صد اونو گرفت و به ایران تحویل داد و تحقیقات مفصلی کردن. نوار اون در دست آقای دکتر عاملی بود، یکی از علل اعدام دکتر عاملی وزیر اطلاعات دانستن همه حقایقی بود که در این مورد جمع‌آوری کرده بود. بله. و میخواست در اختیار مطبوعات و اینا بگذاره. اینه که آقای پهلوان میشه گفت اولین جنایتی که رژیم واقعا جمهوری اسلامی انجام داد فاجعه‌ای که بود مال سینما رکس آبادان بود، درسته؟ یک جنایت بشری کشتن 670 نفر گوشا ترور دو نفر یا سه نفر و دومینش این فاجعه غم‌انگیزی بود از نظر که عده زیادی بچه، حتی بچه‌ای که صحنه اونجا عکس گرفته بودن، بچه هنوز داشت سینه مادرشو مک میزد. البته خب جنایت بعدی همون اعدامی بود که در 1367 پس از قبول آتش بس به دستور خمینی در زندان ها انجام گرفت که در حدود 5 تا 7 هزار نفر کشته شد، ولی در این رکس آبادان 677 نفر به قتل رسیدند و بعد یک محاکمه ساختگی درست کردن. صاحب سینما که اصلا در تهران بود مثلا مستخدم و مثلا افسر شهربانی اونجا رو گرفتن اعدام کردن و به نحو جالبی دوست عزیزم صیاد به نام محاکمه رشت آبادان ما به روی